دوستان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. علی درویشی هستم و در این آموزش یاد میگیرید که چطور میشه همچین زمینه راه سه‌بعدی رو در نرم افزار ایلاستریتور طراحی کرد. خب برای رسمش بذارید اول لایه‌اش رو خاموش بکنم. خب برای رسم نیاز دارم که اول مستطیل باریک و کشیده‌ای رو رسم بکنم. همچین مستطیلی استروک نداره، فیل مشکی. آلتون رو نگه می‌دارم، شیفت هم نگه می‌دارم همزمان که جا به جا نشه، تو همون راست حرکت بکنه. اوکی، کنترل دی رو میزنم و اون تعدادی که میخوام ازش کپی میگیرم. کل شکلم رو انتخاب میکنم، میام از قسمت Object Envelope Distort و Make with Mesh رو کلیک میکنم. ببینید یه همچین منویه. اول تیک پریویو رو بزنید، شما میتونید یه سری خطوط سطری و ستونی ایجاد بکنید. برای این شکل فکر میکنم همین تنظیمات 4 و 9 مناسب اینو 8ش بکنم مناسب باشه و اوکی رو میزنم. ببینید با این کار شما میای این پوینت هایی که میرو رو تصویر ایجاد میکنی، اون جایی که این خطوط هم دیگه رو قطع کردن، یه سری انکر پوینت ایجاد شده که اینا به تنهایی با ابزار دایرکت سلکشن تول قابل جابجایی هستن. خب اول میام این ردیف رو کامل انتخاب میکنم، شیفت رو نگه میدارم، انکر پوینت های اینجا رو هم انتخاب میکنم و همینطور یکی در میون میام و تمام اینا رو انتخاب میکنم. اوکی، میام روی یکی از این انکر پوینت ها کلیک میکنم و به سمت حالا بالا و چپ یا هر سمتی که خودتون میخواید میکشیدش. بسیار خوب، بذار جابجاش بکنم. مجدد ابزار دایرکت سلکشن تول رو برمیدارم و حالا دیگه کلیک میکنم دونه دونه رو انکر پوینت ها و حالا اون تغییراتی که میخوام رو روش اعمال میکنم. همون حالت چین و چروکی که یه پارچه به خودش میگیره رو فکر میکنم برای این طرح پیاده بکنیم مناسب تر باشه. حالا شما میتونید نسبت به سلیقه خودتون این تغییرات رو به طور متفاوت تری داشته باشید. کمی همینجا رو تغییر میدم، کمی همین سمت، اینم بیاریم این بر، یه ذره اینو بیاریم بر، انتقال میدم، اینم بره به سمت چپ، اینو کمی بره به سمت راست، سمت چپ و تغییراتی که میخواید رو به راحتی میتونید روشون کلیک بکنید و داشته باشید. یه سری هندل هم بهتون میده که حالا مثل اون حالت ابزار پن دیگه که این هندل ها رو هم میتونید تغییر بدید. خب برای این کار من نیازی ندارم که هندل ها رو تغییر بدم، لوکیشن انکر پوینت رو که تغییر بدم اون چیزی که میخوام برای من ایجاد میشه. بسیار خوب، خب همین مناسبه. یه ذره اینجا رو تغییر بدم، بیارمش پایین تر، فکر میکنم بهتر میشه. اینم بره بالاتر، اینم یکم میکشیم پایین. اوکی، کل شکل رو انتخاب میکنم، میخوام اونو به اندازه صفحه بزرگش بکنم به طوری که کل صفحه رو بگیره. بزرگش میکنم اینجا مناسبه. اوکی، میام یه شکل دقیقا اندازه این سند هم ایجاد میکنم، حالا یه همچین شکلی یه مستطیل رسم میکنم. رنگشم من میخوام سفید باشه. اوکی، جفتشون انتخاب میکنم، زوم میکنم، جفتشون انتخاب میکنم، از قسمت ترانسپرنسی Make Mask رو کلیک میکنم. اگه ترانسپرنس رو نداشتید از قسمت ویندو میتونید اون رو فعال بکنید. Make رو میزنم. بسیار خوب، همونطور که مشاهده میکنید تونستیم همچین طرحی رو، همچین زمینه رو ایجاد بکنیم و رنگش هم قابل تغییره. شما کافیه که بیایید و خب از این قسمت انتخابش بکنید، دوباره کلیک کنید روش، وارد زیر لایه بشه و رنگش رو هم تغییر بدید. جداگونه هم میشه تغییر بدید. دوبار کلیک کردم همین خط تغییر پیدا کرده، میتونم حالا همه رو انتخاب کنم، کلیک بکنم رنگ همه رو تغییر بدم و به راحتی میتونم این زمینه‌ای که دلخواهم هست رو ایجاد بکنم. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. تا آموزش بعدی همتون رو به خدا میسپارم.